بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم در 55مین قسمت از مدرسه حفظ، جایی که شما با آموزش گام به گام میتونید به آسونی جزء 30 قرآن رو حفظ کنید. 54 درس قبلی رو هم میتونید با استفاده از برنامه رایگان بشارت یا کانال مدرسه حفظ توی پیام رسان سروش دریافت کنید و اونا رو ببینید. قبل از شروع درس امروز آیاتی که تو درس قبلی حفظ کردیم رو با هم مرور می‌کنیم. و سیجنبها الاتقا، و کسانی که از دیگران با تقواترند از عذاب دوزخ در امانند. الذی یؤتی ماله یتزکا، همان کس که مال خود را انفاق می‌کند تا پاکیزه شود. و ما لأحد عنده من نعمة تجزى، و هیچ کس بر گردن او حقی ندارد که جبران آن لازم باشد. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، بلکه انفاق او تنها برای دستیابی به خوشنودی پروردگار بلند مرتبه اش است. ولسوف یرضى، و چنین شخصی به زودی راضی و خوشنود می شود. توی صدر اسلام برای حافظ قرآن پاداش مادی هم در نظر می گرفتن. حضرت علی فرمودن هر کس که کل قرآن رو حفظ کنه سالانه 200 دینار از بیت المال سهم داره که اگه تو دنیا ازش محروم بشه تو روز قیامت که بهش محتاج داره به طور کامل اون پاداش رو دریافت میکنه. اون زمان هر دینار معادل 4 گرم طلا بود که اگه بخوایم 200 دینار رو به پول امروز و قیمت طلای الان حساب کنیم چیزی حدود 300 میلیون تومان میشه. حکومت‌های اسلامی برای جلوگیری از فساد و بزهکاری توی جامعه هزینه‌های زیادی می‌کنن. بخشی از این هزینه‌ها هم صرف تشویق مردم به حفظ قرآن میشه. چون نتیجه حفظ و فهم و درک و عمل به قرآن داشتن جامعه ایمن و سالمه. پس چه بهتر که بیشتر از قبل توی این زمینه‌ها هزینه بشه. توی کشور ما هم هر چند کم، اما توی بعضی جاها و موقعیت‌ها برای حافظای قرآن امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که امیدواریم بیشتر و بهتر بشه. امروز به لطف خدا 6 آیه اول سوره زوها رو حفظ می‌کنیم. برای آشنایی با این آیات اول یه بار اونا رو خوب می‌شنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. 93مین سوره در فهرست قرآن سوره زوهاست که 11مین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده و اونم تو شهر مکه. پیامبر گفته که هر کسی این سوره رو بخونه خدا ازش راضیه و رسول خدا او رو شفاعت میکنه و خدا به تعداد همه یتیمان و مستمندان بهش 10 حسنه میده. مدتی بود که نزول وحی برای پیامبر متوقف شده بود و بهونه‌ای بود برای دشمنی بیشتر کفار با پیامبر، تا وقتی این سوره نازل شد که خدا توی آیاتش از روش‌های مختلف حمایتش از پیامبر میگه. تو چند آیه اول خدا به حمایت‌هاش از پیامبر تو دنیا و آخرت اشاره میکنه. این سوره هم مثل سوره شمس و لیل با قسم شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى و اللیل اذا سجى، قسم به هنگامی که آفتاب بیرون آید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد. خدا برای اینکه دل پیامبرش رو آروم کنه و نگرانیش رو از نیومدن موقتی وحی برطرف کنه به رفت و آمد شب و روز قسم میخوره. برای حفظ این دعای اولین قدم شنیدنه. و الضحى و اللیل اذا سجى، زمزمه کنی. والضحى
واللیل اذا سجا همخوانی میکنیم. والضحى واللیل اذا سجا بدون استاد تکرار کنیم. والضحى واللیل اذا سجا حالا سه مرتبه از حفظ تکرار کنیم. والضحى واللیل اذا سجا والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى تو آیه سوم میگه ما ودعك ربك وما قلى پروردگارت هرگز تو را ترک نکرده و مورد بیمهری قرار نداده است. تو این آیه متوجه مفهوم قسم‌های دو آیه قبل میشیم. خدا به پیامبر میگه همونطور که اومدن شب و تاریکی دلیلی بر پایان یافتن همیشگی نور نیست و بعد از هر شب و تاریکی دوباره روز و روشنایی وجود داره، نیومدن وحی هم دلیلی بر پایان یافتنش نیست و اگه تأخیری تو وحی افتاده به دلیل مصلحت‌هایی بوده که خود خدا از اون خبر داره. آیه رو بشنوید. ما ودعك ربك وما قلى زمزمه کنیم. ما ودعك ربك وما قلى حالا با استاد تکرار کنیم. ما ودعك ربك وما قلى خودمون هم خوانی میکنیم. ما ودعك ربك وما قلى سه بار از حفظ تکرار کنیم. ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى حالا این سه آیه رو به هم وصل میکنیم و ابتدا از رو. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى حالا از حفظ میخونیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آیه چهارم به حمایت دائمی خدا از پیامبر اشاره داره و میگه وللآخرة خیر لك من الأولى بیشک جهان آخرت برای تو از این دنیا بهتر است. یعنی ای پیامبر، تو توی این دنیا مشمول لطف خدا هستی اما توی آخرت خیلی بیشتر و بهتر مورد لطف خدا قرار میگیری. برای حفظ آیه اون رو میشنویم. وللآخرة خیر لك من الأولى زمزمه کنیم. وللآخرة خیر لك من الأولى با استاد تکرار کنیم. وللآخرة خیر لك من الأولى با تشکر از استاد پرهیزکار خودمون یه بار از روی قرآن میخونیم. وللآخرة خير لك من الأولى حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم. وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى باید این چهار آیه رو به هم وصل کنیم. ابتدا از روی قرآن میخونیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى حالا از حفظ تکرار کنیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى و در آیه پنجم ادامه میده ولسوف یعطیک ربک فترضا و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا میکند که خوشنود شوی. ای پیامبر، تو قراره توی دنیا به دشمنانت پیروز بشی و دین و آیینت در تمام جهان پخش بشه و توی آخرت هم بالاترین جایگاه رو در میان انسانها داشته باشی. این بزرگترین عنایت و احترام خداوند به تو میتونه باشه. آیه رو بشنوید. ولسوف یعطیک ربک فترضا زمزمه کنیم.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. همخوانی میکنیم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بدون استاد تکرار کنیم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. حالا از حفظ سه بار میخونیم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. احسن به شما. آیات رو باید به هم متصل کنیم و اول از همه از رو میخونیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. حالا از حفظ تکرار کنیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. از آیه ششم به بعد خدا به ابعاد مختلف حمایتش از پیامبر اشاره میکنه. اول از حمایت عاطفی میگه: الم یجدک یتیما فآوا. آیا تو را یتیم نیافت پس پناه داد؟ پیامبر قبل از تولدش پدرش را از دست داد. تو 6 سالگی هم مادرش حضرت آمنه از دنیا رفت و بعد از یه مدت هم پدر بزرگش حضرت عبدالمطلب که سرپرستش بود از دنیا رفت. اما خدا همیشه پیامبرش رو مورد حمایت قرار داد تا رنج یتیمی رو حس نکنه. برای حفظ آیه رو بشنوید. الم یجدک یتیما فآوا. زمزمه کن. الم یجدک یتیما فآوا. همخوانی کنیم. الم یجدک یتیما فآوا. حالا از روی قرآن خودمون میخونیم. الم یجدک یتیما فآوا. تو این مرحله باید 3 بار از حفظ تکرار کنیم. الم یجدک یتیما فآوا. الم یجدک یتیما فآوا. الم یجدک یتیما فآوا. چقدر آیات زیبا و جذابی بودن. یک بار برای اتصال بین آیات اونا رو از رو میخونیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. أحسن بشما. حالا از حفظ تكرار میکنیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. آفرین. درس امروز هم به پایان رسید و ما کلمات بیشتری از آیات خدا رو حفظ کردیم. اینکه هر جلسه تأکید میکنم قبل شروع درس جدید اون رو مطالعه کنید و آیاتش رو بشنوید، واسه اینه که شما قبل از حفظ با تمرکز تو آیات و کلمات جدید ببینید که چه مقدار براتون آشنان و یا چقدر به آیاتی که قبلا حفظ کردین شباهت دارن. اگه کلماتی توی درس جدید بود که تازه و سخت بود، چند بار اون رو بخونید تا بتونید بدون غلط تلفظش کنید. و یادتون هم باشه که هیچ وقت آیه هایی که به نظرتون آسون یا آشنا میاد رو دست کم نگیرید. برای حفظ اونا هم همونقدر تلاش کنید که برای حفظ آیات دیگه میکنید. چون همین آیه های آسون شبیه به هم اگه خوب براشون وقت گذاشته نشه، بعدن شما رو دچار مشکل میکنن. پس برای درس بعدی که 5 آیه آخر سوره زهاست، با دقت و تمرکز بیشتری خودتون رو آماده کنید. آیات رو خوب ببینید و چند بار اون رو بشنوید.
ده درستون از سوره فجر تا درس جدیدتونه و از سوره ماعون تا سوره ناس رو هم باید مرور کنید و حتما به یکی از دوستان یا افراد خانواده ارائه بدید تا ایرادات و اشکالاتتون برطرف بشه. مثل همیشه از این طریق با ما در ارتباط باشید. خدا حافظ دلای قرآنیتون باشه.